سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. با من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو همراه باشید با گفتگوی هفته در خصوص انتخابات اخیر ریاست مجلس خبرگان رهبری و مهمترین تحولات هفته گذشته. سه‌شنبه 19 اسفند ماه سرانجام تکلیف کرسی ریاست مجلس خبرگان در یکی از سیاسی ترین رأی‌گیری‌ها در طول فعالیت این نهاد مشخص شد. در این انتخابات برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، اکبر هاشمی رفسنجانی از رسیدن به ریاست مجلس خبرگان باز ایستاد و یکی از مخالفان سرسخت او آیت الله محمد یزدی به این سمت رسید. رأی بالا و غیر منتظره یزدی که در دوره‌های قبل از هاشمی رفسنجانی شکست خورده بود، به باور شماری از ناظران ناشی از بازی پیچیده‌ای بود که آیت الله خامنه‌ای و محافل نزدیک به او برای تضعیف هرچه بیشتر رفسنجانی در ساختار سیاسی ایران پیش بردند. از چندی پیش طیفی از اصولگرایان نسبت به تلاش هاشمی برای به دست گرفتن مجدد ریاست این مجلس ابراز نگرانی کرده بودند. شکست هاشمی رفسنجانی بیش از پیروزی محمد یزدی خبرساز شد. چرا هاشمی رفسنجانی علی‌رغم تجربه شکست‌های اخیر در کارنامه سیاسیش دوباره به میدان آمد؟ آیا حیات سیاسی او به پایان رسیده یا او همچنان در موقعیت نقش‌آفرینی در فضای سیاسی کشور قرار دارد؟ و پیامدهای انتخاب محمد یزدی بر ریاست خبرگان چیست؟ این پرسش‌ها را با مهمانم مهندس حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم دلایل اقبال اعضای خبرگان رهبری به محمد یزدی چه بود؟ بله، ابتدا باید بگم که این انتخابات یک انتخابات میان دوره‌ای است، به این معنی که تا اسفند سال بعد که انتخابات مجلس خبرگان به همراه انتخابات مجلس انجام خواهد شد این ریاست اعتبار داره. بنابراین در چنین زمینه ای تا کنون من دو برداشت یا دو تفسیر جلب توجهم رو کرده. یکی این که عده‌ای میگن که به هر صورت آقای رفسنجانی میدانست که میبازه، ولی این که مجبور است اون نشون بده که به نوعی هنوز شریک این نظام و کنار گذاشته نشده و همچنین گروهی رو که تحت حمایت خودش گرفته، یعنی اصلاح طلبان حکومتی رو، اونها هم باید از دایره حکومت حذف نشن. بنابراین به هر صورت مجبوره در چنین انتخاباتی شرکت کنه با علم به این که میبازه و از قبل معلوم بود که بیت رهبری میخواهد که او انتخاب نشه و او انتخاب نمیشد. عده دیگری میگویند او در دامی افتاده که نیروهای امنیتی و بیت رهبری این سناریو رو آماده کردند و ایشون در حقیقت غافلگیر شده، به این معنی که با پیش کشیدن آقای شاهرودی ایشون یقین کرده که آقای شاهرودی رأی اصولگرایان رو تقسیم خواهد کرد و وقتی تقسیم شدن ممکنه کسی بیش از ایشون رأی نیاره و همچنین 44 نفر از اعضای مجلس خبرگان شاید بیشترینشون به تحریک نیروهای امنیتی و بیت رهبری قبلا به ایشون نامه نوشتن و از ایشون خواستن که کاندیدا بشه. این 44 نفر عده زیادشون معلومه که عقب نشینی کردن و به ایشون رأی ندادن. کسانی که به این تئوری قائلن میگویند که نیروهای امنیتی و بیت رهبری از ابتدا بیشتر اینها رو وادار کردن که به آقای رفسنجانی نامه بنویسند، ایشون رو به وسط چنین معرکه‌ای هل بدن و بعد ایشون با این خفت و با این آرای کم ببازند تا یک بار دیگه وزنکشی اجتماعی از ایشون شده باشه و دشمن تاریخی ایشون آقای یزدی رو بیارن بعد این سال بر کار بگذارن با رأی بسیار زیادتر برای اینکه تحقیر بشه. این هم تئوری دومه. اطلاعات بیشتری ما نداریم. اثر چندانی در تعیین رهبری آینده اگر آقای خامنه ای تا انتخابات آینده عمر بکنه نخواهد داشت و بنابراین
میتوان قبول کرد که به نوعی هر کدوم از این تئوری ها درست باشه، در حقیقت نشان میدهد که آقای هاشمی اون امیدی رو که اصلاح طلبان حکومتی بهش بستن در سیاست آینده ایران، به خصوص در درون نیروهای درون نظام، از اون موقعیت برخوردار نیست و یک نیروی به هاشمی رانده شده به شمار میاد. با وجود ناکامی‌های اخیر آقای هاشمی در فضای سیاسی کشور، به نظر شما چرا آقای هاشمی دوباره بخت خود را برای تکیه زدن بر کرسی ریاست خبرگان آزمود؟ خب طبق این تئوری اولی که میگن، ایشون دو انتخاب بیشتر نداره، یا در هیچ کدوم از این چیزها شرکت نکنه، به تدریج منتظر باشه که از ریاست مجمع تشخیص مصلحت هم کنارش بگذارن و یک نیروی کاملا رانده شده از دایره انقلاب باشه، یا با وجود اینکه میداند که شانس زیادی برای کسب کرسی اول رو نداره، به اصلاً شرکت کنه و بگه که جزئی از این نظامه و همچنین امیدواره که سمت مهمی به دست بیاره. همونطور که گفتم تئوری دوم هم میگه که صحنه ای آراستن که ایشون خودش رو پیروز حس میکرد و بعد این چون صحنه آرایی بود، آقای شاهرودی وسط راه انصراف خودش رو اعلام کرد، آراء اصولگرایان یک پارچه شد، اون 20 و چند نفری هم که به تحریک نیروهای امنیتی به ایشون نامه نوشته بودند، طبیعی است که وقتی اشاره نیروهای امنیتی این بود که بهشون رأی ندن، رأی ندادن و ایشون رو در این دام انداختن و شخصیتش رو دوباره خرد کردن. این هر دو تئوری هست، ولی به هر صورت همونطور که خود آقای هاشمی گفت، ایشون هنوز جزو بازیگران نظام هست، مقداری از نفوذ رو داره و در شرایط معینی میتواند که نقشی ایفا بکنه، هرچند که این نقش روز به روز داره کم رنگتر میشه. بسیاری از تحلیلگران انتخابات اخیر خبرگان را پیروزی سیاسی برای آقای هاشمی و برخی نیز شکست او را در این انتخابات درس عبرتی برای او میدانند. تحلیل شما چیست؟ بله، من فکر میکنم اگر ایشون اهل درس عبرت گرفتن بود و امکان کنارگیری داشت، در انتخابات مجلس از دوره دوم آقای خاتمی ایشون شکست سختی در سطح تهران خورد و نفر نمیدونم یادم نیست 36 مثل اینکه انتخاب شد و باید از اون موقع در حقیقت انصراف خودش رو از این نوع بخت آزمایی ها اعلام میکرد، ولی ظاهرا ایشون معتقده که به هر صورت میتواند نقش داشته باشه و از این شکست ها هم خمی به ابرو نمیاره و همچنان ادامه میده. من بعید میدونم که این درس عبرتی باشه و اگر نخواهند او رو حذف کنند، او همچنان مصر خواهد بود که در دایره قدرت شرکت. پیامدهای منفی این شکست برای آقای رفسنجانی چیست؟ آیا میتوان گفت عمر سیاسی او به پایان رسیده است؟ بله، ببینید، تا اونجایی که به نیروهای درون نظام مربوطه، ایشون هم خودشون هم وزن اصلاح طلبان حکومتی تقریبا در صحنه های مختلف برآورد شد و اینها اگر نتوانند خودشون رو به جامعه وصل کنند یا شهامت این رو نداشته باشند که نمایندگی پاره ای از خواسته های مدنی مردم رو بکنند و حمایت اونها رو جذب کنند، در تعادل داخل نظام شانسی نخواهند و بنابراین محکوم به اینن که حذف بشن، مگر فرض بر این باشه که تحت شرایطی این جرأت رو به دست بیارن که نماینده پاره از خواسته های مدنی مردم باشن و با شهامت، نه نوک زبانی و با لکنت، این خواسته ها رو اعلام کنن، تبعاتش هم بپذیرن، اون وقت ممکنه که حمایت مردم به اینها جان تازه‌ای بده و اینها نیرو بگیرن و تعادل قوا رو در داخل نظام به هم بزنن. البته با توجه به سابقه کار، این نوع پیوند با مردم همیشه با احتیاط از طرف اینا تلقی می شده و همیشه در این کار یک دیوار قطوری بین اینها و مردم بوده و موفق نشدن. آقای موسوی و آقای کروبی مقداری موفق شدن، ولی اکنون متاسفانه در حسب سر می برن و اصلاح طلبان حکومتی و آقای هاشمی چنین شخصیتی رو در بین خودشون ندارند. آقای خاتمی هم
بسیار محافظه‌کار است و بنابراین در وضع موجود شانسی برای ظهور مجدد این قدرت کمتر به چشم میخوره و بیشتر این حدس که رو به اضمحلال و حذف ممکنه باشند بیشتر. آقای هاشمی، در اجلاس خبرگان سال 68 در تعیین آیت الله خامنه‌ای به رهبری نقش تعیین کننده داشت. با توجه به فضای سیاسی کشور، به نظر شما آیا آقای هاشمی دوباره در موقعیتی قرار خواهد گرفت که در تعیین جایگزینی رهبری آینده پس از آیت الله خامنه‌ای ایفای نقش کند؟ ببینید، در دوره آقای بعد از فوت آقای خمینی جامعه در وضع دیگری بود. عده طرفداران نظام که تازه از جنگ سر برآورده بودند بسیار زیاد بود. جامعه وضع ملتهبی پس از پایان جنگ داشت. مرگ آقای خمینی عده زیادی رو به هراس انداخته بود که در وضع موجود سرنوشت کشور چی میشه، و بنابراین یک اتحادی به وجود آورده بود که آقای هاشمی توانست با توجه به وضع موجود و بزرگ نمایی خطراتی که وجود داره و ترفندهایی که زد و همه میدونیم، آقای خامنه ای رو به رهبری بنشون. اکنون وضع کاملا عوض شد. اکنون این نظام به بلوک‌های مختلفی تقسیم شده. هر کدام داعیه رهبری آینده نظام رو دارن. داوطلبان رهبری در آینده نظام فراوان شده. اون موقع داوطلبی نبود و بیشتر روحانیت فکر میکرد که این رهبری رو با آیت الله گلپایگانی باید بده، که آیت الله گلپایگانی به هیچ وجه دلش نمیخواست که در چنین موقعیت قرار بگیره. ولی امروز در داخل نظام عده زیادی مدعی رهبری وجود داره. فرزند آیت الله خامنه ای، آقای حسن خمینی، آقای شاهرودی، حتی بعضی میگویند آقای روحانی و شاید عده دیگری از روحانیون بلند پایه قبای رهبری برای خودشون دوختن، و همچنین نیروهای اجتماعی بزرگی مثل سپاه و روحانیت در تلاشند که هر کدوم سهم شیر را پس از آقای خامنه ای نصیب خودشون بکنند و قدرت رو در دایره خودشون حفظ کنند. همچنین نظام از لحاظ اقتصادی در وضع بسیار بدیه. نارضایتی های اجتماعی فراوانه. اون اتحاد دوره آقای خمینی نیست. بنابراین معلومه که این دفعه این کار با استکاک زیاد و با دشواری فراوان انجام خواهد شد. خب بدیهی است که نظام شاید چندین سناریو برای این کار داشته باشه، اما با اندکی ناآرامی در جامعه یا با عدم توافق مراکز قدرت با همدیگر این سناریو عوض خواهد شد و این صحنه صحنه پرتلاطمی خواهد بود که ممکنه تبعات بسیار سنگینی برای این نظام داشته باشه. پیام این شکست برای آقای هاشمی رفسنجانی چه خواهد بود؟ برای آقای هاشمی پیام این شکست اینه که در درون این نظام و با توجه به نفوذ سنتی که ایشون داشته، ایشون بازنده است. ایشون یا باید جرأت کنه اسناد دوره رهبری خودش رو و اینکه چگونه آقای خامنه ای رو رهبر کرده بیرون بده، خواسته های مدنی مردم رو نمایندگی کنه، حرف های خودش رو صریح و ساده و رسا بزنه و سعی کنه که پشتیبانی اجتماعی رو که البته نه از روی دل بخواه و از روی محبوبیت ایشون، بلکه مردم از روی ناچاری ممکنه به ایشون بدن، بگیره. و یا اگر در حلقه خودی های نظام بمونه، ایشون شانس چندانی نداره. ایشون با این نیت که میتواند روحانیت رو به طمع شرکت در رهبری به دور خودش جمع کنه، شورای رهبری رو مطرح کرد، برای اینکه در شورای رهبری چند تن از مراجع سهیم خواهند بود و میخواست پشتیبانی اونها رو به دست بیاره، ولی نتوانست این پشتیبانی رو جذب کنه، برای اینکه روحانیت فکر میکنه که اکنون دست بالا رو داره با وضعی که ایران در مذاکرات 5+1 و در دخالت‌های منطقه‌ای داره. روحانیت فکر میکنه که این نظام در اوج قدرت خودش به سر میبره. البته نارضایتی‌های اجتماعی رو روحانیت دست کم میگیره، وضع اقتصادی رو به هیچ میانگارد، به این جهت مغرور شده و میخواهد که رهبری را به شخص مقتدری بده که قدرت رو در روحانیت حفظ کنه.
اینه که پروژه آقای رفسنجانی که میخواست با این کار مراجع را به دنبال خودش بکشونه ظاهراً شکست خورده، یا حداقل در این مرحله شکست خورده و ایشون دیگه راهی جز اقبال به مردم نداره. با توجه به شخصیتی که از ایشون سراغ داریم البته این کار بعیده، ولی به هر صورت تو نظر منو پرسیدید، این درسیست که ایشون میتونه بگیره و تنها راه چاره ایشون. ایده آقای هاشمی برای تحقق رهبری شورایی چقدر محتمل است؟ ببینید، در شرایط عدم تفاهم بر سر شخص واحد به هر صورت دو چاره بیشتر نمیمونه، یا این رهبری باید شورایی بشه یا اصولا ولایت فقیه باید فراموش بشه و نوع دیگری از حکومت اندیشیده بشه. احتمال اینکه در چنین شرایطی برای اینکه ولایت فقیه از دست نره و روحانیت حکومت خودش رو از دست نده، عده‌ای از مراجع بپذیرن که در چنین شورایی شرکت کنن وجود داره کماکان. ولی اینکه در شرایط فعلی که رهبر جمهوری اسلامی زنده است و اگر اونها به یک چنین راه حلی اقبال نشون میدادن ممکن است چیزی به دست نمی آوردن، ولی مورد بیمهری رهبری قرار می گرفتن، معلوم بود که چنین پروژه‌ای چندان هوشمندانه نیست و در این دوره محکوم به شکسته. شاید ایشون هم دوره آینده رو که دوره تعیین کننده است فکر کرده و این دوره فقط این ایده رو مطرح کرده تا اینکه در حقیقت برای اون زمینه سنجی بود. پیامد انتخاب آیت الله یزدی بر ریاست خبرگان چیست؟ خب دو تا عامل، در حقیقت چند عامل، نه دو تا عامل در این قضیه مهمه. اول اینه که رهبری جمهوری اسلامی از بیماری رنج میبره تا اون موقع در حیات باشه و سلامت خودشو حفظ کنه. در غیاب رهبری تعادل موجود به هم خواهد و رهبری آقای یزدی شخصیت محبوبی نیست و رهبریش هم اثر چندانی نداره. اگر این اتفاق بیفته خب همه چیز به نوعی از نو شروع میشه. اتفاق بعدی نارضایتی اجتماعی و شکست در مذاکرات 5+1 و پیامدهای اقتصادی اون هست که ممکنه سرنوشت کشور رو عوض بکنه. همچنین این دخالت ایران در امور منطقه اگر با شکست مواجه بشه یا با حمله خارجی در حقیقت که احتمالش بسیار کمه، به خصوص از طرف اسرائیل، خب ممکنه خیلی از اوضاع رو در داخل کشور هم به هم بریزه و باعث تغییراتی در تعادل قوای داخل هم بشه. به هر صورت این یک سال آرامی نخواهد بود و به خصوص که از هم اکنون هم انتخابات مجلس رقابتاش شروع شده و هم بر سر رهبری آینده مملکت این رقابت ها جدی است و معلوم نیست که همه اینها در فضای آرامی پیش بره. با سپاس از آقای مهندس حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی که از هامبورگ آلمان با ما همراه بودند. اعضای مجلس خبرگان پس از انتخابات بحث برانگیز رئیس این مجلس با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر جمهوری اسلامی از این انتخاب تقدیر کرد و گفت اجلاس خبرگان بسیار متین برگزار شد و همچنین از شرایط مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری های ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری جمهوری اسلامی از دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با آقای خامنه ای خبر دادند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز از شرایط مذاکرات بر سر برنامه اتمی میان ایران و گروه 5+1 ابراز نگرانی کرده است. آقای خامنه ای گفته است تیمی که رئیس جمهور برای مذاکرات هسته‌ای تعیین کرده است افرادی خوب، امین و دلسوزی هستند که دارند برای صلاح کشور تلاش می کنند. البته من نگرانم چون طرف مقابل اهل حیله‌گری، خدعه و خنجر از پشت زدن است.
رهبر جمهوری اسلامی گفته است هر وقت به زمانی که برای پایان مذاکرات معین شده نزدیک می شویم، لحن طرف مقابل به خصوص آمریکایی ها تندتر، سختتر و خشنتر می شود. این جزء شگرت ها و حیله های آنهاست. سخنان آقای خامنه ای در حالی ابراز شده است که مقام های آمریکایی خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات تا پایان ماه جاری میلادی برابر با دهم فروردین ماه شدند. آقای خامنه ای گفته است مسئولین آمریکایی به مناسبت اینکه یک دلغک صهیونیست آنجا رفته و حرفایی زده، برای اینکه خود را کنار بکشند مطالبی گفتند، اما ایران را هم متهم به تروریست کردند. این حرف خنده آور و این اظهارات سخیف و مشمئز کننده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به نامه‌ای پاسخ داده است که توسط 47 سناتور آمریکایی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده بود. آقای خامنه‌ای گفته است نامه سناتورهای آمریکایی نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آمریکاست. دولت‌ها طبق مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته است در نامه گفتند که ما می‌خواهیم قوانین خود را به ایران یاد بدهیم. ما احتیاجی به درس آنها نداریم. مسئولین نظام بلدند که اگر به توافقی برسیم چگونه عمل کنیم که آنها نتوانند جمهوری اسلامی را پشت در نگه دارند. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب محمد یزدی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری ابراز خوشنودی کرده است. رهبر جمهوری اسلامی گفته است شخصیت و سوابق آیت الله یزدی نشان می‌دهد که انتخاب ایشان برای ریاست خبرگان مناسب و بجاست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از عملکرد خبرگان رهبری تقدیر کرده و گفته اجلاس خبرگان بسیار متین برگزار شد. این کار بزرگ الگویی برای دستگاه‌هایی است که این انتخابات با متانت کامل بدون آنچه در جلسات یارگیری و انتخاباتی پیش می‌آید انجام شد. خبرگان رهبری در اجلاس دو روز پیش خود به انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست خبرگان رأی نداد. خبرگان رهبری از سوی منتقدان به دلیل نادیده گرفتن وظیفه خود بر نظارت بر رهبری همواره مورد انتقاد بوده است. در ادامه بحثی که از آغاز اسفند ماه امسال با سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست به راه افتاد، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران به طور مشخص از تلاش عده‌ای برای پیروزی در انتخابات سال 94 به کمک پول‌های کثیف سخن گفت. منظور از پول‌های کثیف از جمله پولی است که از راه قاچاق مواد مخدر به دست آمده است. برخی نهادهای نظامی و امنیتی ایران متهمند که در ترانزیت مواد مخدر مشارکت دارند. در ادامه بحثی که از آغاز اسفند ماه امسال با سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست راه افتاد، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران به طور مشخص از تلاش عده‌ای برای پیروزی در انتخابات سال 94 به کمک پول‌های کثیف سخن گفت. منظور از پول‌های کثیف از جمله پولی است که از راه قاچاق مواد مخدر به دست آمده است. برخی نهادهای نظامی و امنیتی ایران متهمند که در ترانزیت مواد مخدر مشارکت دارند. پیش از این وزیر کشور گفته بود بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور می شود. مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران روز شنبه 16 اسفند ماه در مصاحبه با وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان گفت جریان برنامه‌ریزی شده‌ای که محمود احمدی نژاد را همراهی می‌کرد در صدد است با پول‌های کثیف در آوردگاه سیاسی سال 94 شرکت کند. اکبر ترکان در مصاحبه خود به صراحت درباره جریانی سخن گفت که در دوره رئیس جمهور پیشین از تخلف و مفاسد اقتصادی بهره می‌برده است. او گفت که احمدی نژاد یک فرد یا یک دولت نبود، بلکه یک جریان فکری سیاسی و اقتصادی برنامه‌ریزی شده را با خود داشت که حال ادعا می‌کند احمدی نژاد را نمی‌شناسد. آقای ترکان اشاره کرد به اینکه این جریان می‌کوشد با نامی دیگر یا با ائتلافی جدید به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه داد. وی افزود با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آنها پیدا شود، اما فسادهای اقتصادی و ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم.
مشاور ارشد رئیس جمهوری افزوده است همین الان هم بخشی از مدیریت کشور درگیر پولهای کثیف و قاچاق است و دولت اجازه تکرار این امر را نباید بدهد. آقای ترکان گفته است کسانی که تا دیروز دستشان در جیب دولت بود و امروز این دست کوتاه شده است، مانع حرکت ما هستند. هر جا ما به نقطه قانونی فسادهای آنها می رسیم، سر و صداها بلند می شود. آقای ترکان همچنین گفته است که هرگاه درباره این افراد بحثی می شود، برای دولت 11 خط و نشان می کشند. و افزوده این افراد در فاجعه دولت احمدی نژاد شریک بودند و از مفاسد اقتصادی رشوه گرفتند تا همراهی کنند. آقای ترکان تأکید کرده اسامی این افراد که امروز خود را بیگناه می خوانند موجود است. از آغاز دولت حسن روحانی تا کنون چند گزارش درباره تخلف‌های مالی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر شده است. از آخرین موارد مطرح شده در این زمینه محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد بود. آقای رحیمی در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران به تعامل 5 سال و 91 روز حبس و جریمه نقدی محکوم شد. محمد رضا رحیمی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دولت نهم و دهم چند مورد تخلف دولت احمدی نژاد را فاش ساخت. او از جمله به پرداخت پول به 170 نامزد انتخابات مجلس 8 اشاره کرد که مورد تایید دولت احمدی نژاد بودند. این پول که بالغ بر 1,200,000,000 تومان می شده، خرج تبلیغات انتخاباتی این نامزدها شده است. روز یکشنبه 17 اسفند ماه همچنین سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از وزیر کشور درخواست کرد که درباره پولهای کثیف در انتخابات در جلسه علنی مجلس توضیح دهد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است که انتظار می رود وزیر کشور اگر نماینده یا عضو شورای شهری تخلف کرده به طور مستند آن را به مردم معرفی کند. او تاکید کرده که وزیر کشور گزارشی در این باره عرضه کند و قوه قضاییه نیز پیگیری لازم را انجام دهد. اعلام آمادگی رحمانی فضلی در پاسخ به انتقاد رئیس مجلس علی لاریجانی بود که 13 اسفند ماه با اشاره به سخنان وزیر کشور درباره ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت گفته بود اگر اطلاعی از انتقال چنین پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه مبهم سخن گفتن چه فایده ای جز ایجاد شبهه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضایی قرار دهد تا رسیدگی شود. ژنرال مارتین دمسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه 18 اسفند با ابراز نگرانی از ارتباط نزدیک بغداد با تهران هشدار داد اگر دولت عراق در غلبه بر اختلافات فرقه‌ای شکست بخورد، ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته برای نبرد با گروه تروریستی دولت اسلامی به خطر می‌افتد. بالاترین مقام نظامی آمریکا روز دوشنبه 18 اسفند ماه هشدار داد اگر دولت عراق در غلبه بر اختلافات فرقه‌ای شکست بخورد، ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته برای نبرد با گروه تروریستی دولت اسلامی به خطر می‌افتد. ژنرال مارتین دمسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از دیدار از بغداد گفت مقامات سیاسی عراق هنوز به وعده‌های خود برای شرکت دادن جمعیت سنی تبار کشور در قدرت عمل نکردند و نگرانی‌هایی مبنی بر ارتباطات نزدیکتر خود با ایران شیعی نیز برانگیختند. آقای دمسی که در دیدار خود از بغداد با هلیکوپتر بر فراز این شهر پرواز کرده بود، در این رابطه گفت پرچم شیعیان در فراز بسیاری از ساختمان‌ها برافراشته است. می گفت در میان مجموعی از پرچم‌های از این دست، تنها ممکن است پیش بیاید که یکی از آنها پرچم ملی عراق باشد. آقای دمسی اظهار نگرانی کرد که حفظ ائتلاف بین‌المللی در این وضعیت سخت خواهد بود مگر اینکه دولت عراق بتواند زمینه وحدت ملی را شکل داده و به آن متحد باشد. در حالی که دولت اسلامی در تلاش است تا از نارضایتی های سنی تبارها در عراق بهره برداری کند، آقای دمسی از بغداد خواست تا با آنچه که او مسائل بنیادی فرقه‌ای خواند مقابله کند. نبیل عربی دبیرکل اتحادیه عرب نیز روز دوشنبه خواستار اتحاد نیروهای عرب برای مبارزه با گروه‌های اسلامگرای تندرو شد. او گفت نیاز فوری برای شکل‌دهی نیروهای نظامی مشترک و چند منظوره کشورهای عربی برای مداخله سریع در مبارزات علیه تروریسم و فعالیت‌های تروریستی وجود دارد. نقش ایران در روزهای اخیر که نیروهای شیعه‌ای که از سوی ایران تجهیز شده و آموزش دیدند در حال ایفای نقش پررنگی علیه مواضع دولت اسلامی در تکریت هستند، از اهمیت تازه‌ای برخوردار شده است.
آقای دمسی در نشست خبری روز گذشته گفت کشورهای عرب سنی منطقه که تعدادی از آنها نیز در حملات هوایی در سوریه مشارکت داشتند، نسبت به نفوذ ایران در عراق نگران هستند. خالد عبیدی وزیر دفاع عراق که پیش از این در کنفرانس خبری مشترک با دمسی در بغداد درباره قبول کمک نظامی از ایران صحبت می‌کرد گفت ما در شرایط جنگی هستیم و نگاهمان برای کمک در این نبرد به دوستانمان است. وی البته رویکرد عراق را متوازن خواند و گفت می‌خواهم شما را مطمئن کنم که عراق نمی‌خواهد با هیچ یک از کشورهای همسایه درگیری پیدا کند. آقای دمسی نیز پس از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر عراق از مشاهده غریزه تقاضای کمک در مقامات عراق از هر کشوری که آماده ارائه کمک باشد سخن گفت. با این همه وی تاکید کرد که آنها باید از چالش‌های نگه داشتن ائتلاف نیز آگاه باشند. او گفت روشن نیست که ارتباطات عراق با ایران به مبارزه با دولت اسلامی محدود است یا بخشی از دستور کاری گسترده تر است. او گفت در پی آن است که بداند چه میزان از پذیرش کمک ایران واکنشی به تهدیدات موجود از سوی تروریست‌های دولت اسلامی است و چه میزان امری بلند مدت است. او البته تصریح کرد به هر حال میتواند امری بلند مدت باشد ولی منفی نباشد. او که با مقامات بحرین و همچنین همتای فرانسوی خود در منطقه و مقامات عراق دیدار داشته است خاطر نشان کرد آنچه برای موفقیت ائتلاف جهانی ضروری است همبستگی است و هر چیزی که تهدیدی برای همبستگی محسوب شود باید نسبت به آن هوشیار بود. آقای دمسی از عملیات‌های نظامی ائتلاف جهانی علیه دولت اسلامی اعلام رضایت کرد و گفت نیروهای دولت اسلامی تقریبا در هر گوشه از عراق تحت فشار هستند. در پایان برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به تحولات هفته گذشته این کشور. این هفته یه خبر در مورد آوارگان سوری ساکن در ترکیه خیلی مشهود بود. آژانس کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه کمک‌های خودش رو به 9 اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه قطع کرده. الیزابت میرس سخنگوی این سازمان گفت که ما در این زمینه 71 میلیون دلار کسری بودجه داریم و نیازمند کمک‌های فوری و حیاتی دیگر کشورها و سازمان‌ها در این رابطه هستیم. این 9 اردوگاهی که آژانس کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد کمک‌های خودش رو به اونها قطع کرده در واقع پذیرای 220 هزار آواره سوری هست. ماهانه این آژانس به صورت مرتب از طریق کارت‌هایی که در اختیار این آوارگان قرار داده بود مبلغی رو به حسابشون واریز می‌کرد تا اونها بتونن مایحتاج اولیه خودشون رو تأمین بکنن. 40% این کمک‌های ماهانه رو دولت ترکیه شارژ می‌کرد که از موقعی که کمک‌های سازمان ملل به این 9 اردوگاه قطع شده در واقع دولت ترکیه هم مجبور شده 100% نیاز ماهانه ساکنان این اردوگاه ها رو تامین بکنه. اما دولت ترکیه میگه که در طی 4 سالی که از بحران سوریه میگذره میزبان بیش از 1,600,000 آواره سوری بوده و در این رابطه بالغ بر 5.5 میلیارد دلار به تنهایی هزینه کرد. با این همه هم دولت ترکیه و هم الیزابت بیرس سخنگوی آژانس کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد اعلام کردند که ترکیه بیش از این توان کمک یک جانبه به آوارگان سوری رو نداره و کشورهای دیگه هم باید در این زمینه مشارکت بکنن. اما به تحولات داخلی ترکیه هم نگاه کوتاهی بکنیم. یکی از خبرهای داغ در این هفته انصراف هاکان فیدان رئیس اطلاعات و امنیت ترکیه از نامزدی برای انتخابات پارلمانی بود. فیدان مرد نخست سازمان اطلاعات ترکیه و کسی که از او در کنار قاسم سلیمانی و بندر بن سلطان رئیس اطلاعات عربستان به عنوان سه مرد قدرتمند خاورمیانه یاد میشه، همینطور محرمترین و رازدارترین فرد نزدیک به آقای اردوغان در حالی از مقام ریاست میت ترکیه با هدف نامزدی در انتخابات پارلمانی استفاده داده بود که به هیچ وجه آقای اردوغان راضی به استعفای او نبوده. گویا همین درخواست‌ها و فشارها هم باعث شده تا او از نامزدی برای نمایندگی پارلمان منصرف بشه. بلافاصله هم احمد داوودوغلو نخست وزیر در حکمی او رو به سمت قبلی خودش یعنی سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه برگردون تا در واقع در فاصله 3 ماه مانده به انتخابات پارلمانی آقای اردوغان نفس راحتی بکشه.
اما اهمیت آکان ویدان برای آقای اردوغان آن اندازه است که باید گفت هنگامی که سال 2012 دادستانی در ترکیه آقای فیدان رو میخواست به اتهام همکاری با پکاکا به دادگاه بکشونه، آقای اردوغان با حمایت از او گفت که حق ندارید او رو به دادگاه ببرید، به جای او از من بازجویی بکنید، او خمره اسرار من هست. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می‌توانید در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود. We'll be right back.